برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک لوح گلی کوچک که موقعیت شهر باستانی بابل را به عنوان مرکز جهان ترسیم کرده و به عنوان کهن‌ترین نقشه تاریخ شناخته می شود، تصویر رشته کوه زاگرس نیز بر روی خود حک کرده است. در این نقشه کل منطقه بین النهرین توسط یک رود تلخ یا اقیانوسی مدور احاطه شده است. 7 یا 8 منطقه خارجی به صورت بخش‌های مثلثی شکل در آن سوی اقیانوس به تصویر کشیده شده که تصور می‌شود کوه‌های زاگرس باشند. این لوح گلی به زبان اکدی نوشته شده است و قدمت آن به احتمال زیاد به 2600 تا 2900 سال قبل باز می‌گردد. فرمانده کل انتظامی ایران گفته تا پایان سال جاری نزدیک به 2 میلیون اتباع غیر مجاز از ایران اخراج می شوند. مقام های ایران به شهروندان خارجی اتباع می گویند که عمدتاً اشاره آنان به افغانستانی هاست. در همین حال وزیر جدید کشور ایران خواستار تسریع انسداد مرزی ایران با افغانستان شده است. ایران این هشدارها در حالی مطرح می شود که طی 3 سال گذشته و با تسلط طالبان در افغانستان میلیون ها شهروند این کشور از ترس طالبان و همچنین فقر شدید مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدند. روز گذشته در دوبلین پایتخت ایرلند نشست مهمی برگزار شد تا درباره نسل کشی ایزدی ها به دست گروه سنی های تندروی داعش در آگوست 2014 که به کشتار و آواره شدن هزاران نفر انجامید بحث و گفتگو شود. شایان ذکر است هدف از این نشست بررسی جنایت گروه سنی های تندروی داعش می باشد که طبق قوانین بین الملل و مطابق با مواد 6، 7 و 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی جنایات نسل کشی و جنایات جنگی و علیه بشریت تلقی می شود. گفتنی است در این نشست علاوه بر تمرکز بر محاکمه گروه سنی های تندروی داعش، پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنها و آزادی افراد روبوده شده که هنوز در چنگال این گروه تروریستی هستند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نیجر میزبان کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوایی در غرب آفریقا است. در بحبوحه افزایش بلایای شدید آب و هوایی در غرب آفریقا نشستی در نیامی پایتخت نیجر برگزار شد. قرار است در این کنفرانس 3 روزه درباره مسائلی از جمله سیل و ناامنی غذایی که نزدیک به 28 میلیون نفر را در منطقه ساحل و غرب آفریقا تحت تاثیر قرار داده بحث و بررسی شود. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی هواشناسی WMO در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب نزدیک به 118 میلیون نفر در آفریقا تا سال 2030 میلادی در معرض تغییرات شدید آب و هوایی قرار خواهند گرفت.